أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قرار إن شاء الله برای هفته آینده مشرف شیم خدمت حضرت رضا علیه السلام. این همون در و دیوارم آدم ببینه خوبه، اون در دیوار با در دیوار دیگه عالم فرق میکنه. این چوب که بد شده در، قبلا که درخت بوده شما میبریدی میسوزوندی، همه کار میشد کرد. وقتی اومده اینجا شده مقدس، تماس اون با بدن متحر حضرت رضا چند اندازه است؟ اولا میدونید که قبر متحر ایشون 20 متر زیره این سنگ روز که به عنوان سنگ قبره، این سنگ قبر واقعی نیست، مثلا دو طبقه زیر داره. اون قسمت پایینم میگن زمان مرحوم آقای حاج آقا حسین قمی که ایشون مرجع بود و مثلا در خراسان بود، ایشون قصد کرد احرام بس یه بار رفته پایین، بعد از اونم دیگه در بسته است، هیچ کسی دیگه نرفته. حتی حضرت رهبرم ایشون اونجا نرفته، اون در بسته است. مثلا فرض کن اصلا بسته، یعنی روش بنایی کردن بسته، اون در بسته است. 20 متر، حالا بگیم در رو حساب کنیم، مثلا 25 متر ممکنه فاصله داشته باشه با قبر مطهر اصلی. اون قبرم ها رو پوشش داده است بدن مطهر رو. اصلا بدن مطهر اونجا هست یا نیست نمیدونیم، هست یا نیست. یعنی یه روایت دارد که مثلا عرشه، حالا نمیفهمیم ما. نشد خیلی فاصله است، پس چرا اینقدر قیمتی شده؟ دیگران شما اینجوری اشاره بی احترامی بکنی به اون در، اشکال پیدا میکنی، یعنی تو اصل دینت اشکال پیدا میشه. در روی که قبل از این که اینجا بیاد میتونستیم تیکه تیکش کنیم بسوزونیمش، هر کاری میشد کرد، هیچ طوری هم نبود. این اندک قرب و نزدیکی به جسم مطهر، اندک قرب و نزدیکی به جسم مطهر اینقدر تقدس به بار می آورد. اگه آدم به حضرت رضا نزدیک بشه به بدنهای واقعی نه به بدنها، به حضرت رضا اون روح ملکوتی شان آدم نزدیک بشه، تو روایت دارد که هر کس سلمانو قبول کنه مسلمانه، سلمانو نه پیغمبرو. ما مگه باشیم یعنی قبر ایشون خطرناکه مقداری رفتنه برای زیارت قبر ایشون، اونجا آدم بره چقدر حس میکنه، چقدر مثلا فرض کن حاجت از هم میگیره، نمیدونم چی میشه. در دیوار قبر حضرت سلمان هم میبوسیم دیگه، مثلا نظیر حضرت سلمان حضرت عبدالعظیم اینجا، خب در دیوارش هم ما میبوسیم دیگه.
اینجا با کمال احترام، ادب، کرنش مشرف شیم به خدمت ایشون که امام نیست. اگر نزدیک بشود به معنای واقعی کلمه به آن، میخوام بگم موجودات ملکوتی، میگم اونام از ملکوت هم بالاتر. ملکوت یعنی چی؟ برای شما دیر نشده همه، برای شما دیر نشده، بلخصوص قبل از این که آدم ازدواج بکنه خیلی شرایط بیشتر فراهم است برای آزادی، که آدم آزاد بشود از بندهایی که ما الان گیره اون بنداییم. ما که بندیم دیگه، هزار تا بند، از بند طبیعت مثلا صحبتش کردیم. من خسته میشم، خوابم میبره، تو بندی دیگه، بند خواب در اختیار خودت نیست. شاید براتون عرض کردم اصحاب منتظر بودن پیغمبر بخوابه مثلا سر کوله هم بزنن، از این کارای بچه خانه. مثلا صدای خورخور پیغمبر شنیده شد، پس خوابیده دیگه، حتما خوابیده. البته قاعدتا ایشون خورخور نمی کرده دیگه، چون خورخور یه ذره عیبه، پیغمبر بی عیبه. نفیر خواب، صدای نفیر خواب ایشان به گوش رسید. اینا مثلا بلند شدن سرکول هم بزن. مثلا فرمود وقتی من میام همونجا حرف زد، فرمایش فرمود وقتی من میخوابم بدنم خوابه، قلبم بیداره. حالا بیداره کجاست؟ این کجاش خودش فرق میکنه، یعنی بین اولیاء خدا همه چون همینجوره، یعنی فقط جسم خوابیده، فقط جسم خوابیده. های خودمون مثلا ده جور مریضی داره، مثلا اصلا قش کرده، فقط مال جسمه. این زنده است و بیدار. مثلا فرض کن همه حرفایی که اطرافش زده میشه میشنو اینجوری، این من همه است، همه اولیاء خدا. حالا وقتش که این که بیداره کجاست؟ جایگاه، یعنی مثلا مثل ما که مثلا خواب ببینیم، فرض کنید که تو خواب چی خواب ببینی؟ نه، حتی این آقایون میگن که تو خواب یه چیزایی هست که تو بیداری برای من نیست، یعنی یه دریچه هایی براشون باز میشه. من مثلا آرزو داشتم که، حالا آرزو به جوانان عیب نیست، از اون باب آرزو داشتم که مثلا حاج آقای حقشناس خوابه بفهمم که چیه. خب بعدم که اتفاق افتاد تو به اندازه خودت ایز فهمیدی. واقعا یه مثلا فرض کن نیم ساعت من دارم زندگی میکنم، نه از زندگی ها. حالا اونم به اختلاف درجاتشون جایگاه خوابشون، یعنی این میره به آسمان اول، اون میره به آسمان دوم، مثالا اون میره به آسمان سوم، اون میره تو بهشت، اون میره یه جای فوق بهشت، بستگی دارد به پروازی که قبلا کرده است. یا مثلا معمولا تو نوشته های بزرگ ها من دیدم میگه که بستگی داره به زحمتی که در طول روز کشیده بودم، آنچه که در شب اتفاق میفته بستگی به اون مقدار داره که من چقدر زحمت کشیدم در طول روز، یعنی چقدر با هوا و هوس خودم جنگیدم. اصلا حرفم همینه ها، من با هوا و هوس خودم چقدر در طول روز جنگیدم، شبم بر اساس اونه.
امروز یه لقمه خوشمزه خوردم، همین. اینو شما رو مثلا از آسمون اول میاره روی زمین مثلا، نه یه لقمه خوشمزه هم نخوردم، یعنی به عنوان خوشمزگی یه لقمه رو نخوردم، به عنوان خوشمزگی. اون لقمه خوشمزه باشه یا نباشه چه فرق میکنه؟ اون هیچ فرق نمیکنه. غذای خوب میخوره یا غذای مثلا نون پنیر میخوره، نون ماست میخوره، این هیچ فرق نمیکنه. چراش، اون چراش مهمه. ما حالا برای اینکه به زیارت حضرت رضا موفق میشیم، یه ذره بهره مند بشیم، این فرموشه بود که باز حاج آقای حق شناس، یه وقت یه زنکی بود، دبیر بود، سالهای هم آمریکا زندگی کرده بود، بعد حالا اومده بود اینجا و دبیر بود، اینقدر دقت نمیشه دیگه. این قش میکرد مثلا، به اختیار خودش خشم، مثلا بچه ها می دیدن که یهو مثلا کتاب دستشو پرت کرد و افتاد رو زمین، سرشو به سجده گذاشته، مثلا یه سویی مثلا فرض کن داره یه چیزایی میگه، بعدم که مثلا از اون حالت برمیخواست، دقت کنید اینا تجربه شدم داشته باشه خوبه، بلکه در مخواه مثلا میگفتش که من به محضر حضرت ولی عصر رسیدم، ایشون مثلا این دستور رو داده. بچه هایی که بهش مراجعه میکردن مثلا ایشون هم فرمودن شما نماز جمعه بریم مثلا. عرف خوب، اول که من سوال کردم از اون بند خدایی که داشت داستان رو برای من میگفت، واسطه داشت، یعنی یکی از قوم خیشاشون مورد این خانم شده بود، چی میگه؟ اول امتحانش بود دیگه، نماز جمعه برین، خمستون رو بدین، صدقه بدین، حرفای خوب میزد. ما گفتیم برو خدمت حاج آقا. این جوان واسطه که برادر خانومش گرفتار اون شده بود، مرید شده بود، وقت بعدم کل خانوادش هم مرید شده بودن، یعنی زنش هم بود، پدر زنش هم بود، مادر زنش هم بود، همه رو برده بود به ارادت به این خانم، اون هم همه حرفای خوب. حاج آقا فرمودن که میری مشهد زیارت حضرت رضا علیه السلام، برای اینکه حاجتت هم همینه که وضع این روشن بشه. خود حاج آقا بخواد بگه میتونه بگه، اما خرج داره براش. میفهمید چی عرض میکنم؟ خرج داره. باید مثلا میگفتن که من یه روز عرض کردم این کلید قفسه کتابامون گم شده بود، خدای من برای این که نمیتونم 40 روز زیارت عاشورا بخونم، خودت حالا یه مرحمتی کن پیدا بشه، پیدا شد. مثلا برای اون شما دیگه خرجی بدی. بنابراین خودش چیزی نگفته بود که مثلا بخواهد که واقعیت این چیه، دلایلش چیه، که به اینا بگه و اینا بفهمه. این نمیشه. از شما گفتش که برو خدمت حضرت رضا علیه السلام، مواظب چشمت باش، خیلی مواظب زبونت باش، چون تنها میرفت قاعدتا دیگه حالا زبون گرفتار زبون نبود، مثلا مواظب زبونت باش، مواظب گوشت باش، غیبت نشنوی، غیبت نکنی، چشمت به نامحرم نیفته، چشمت به نامحرم نیفته. وقت برو بالا سر حضرت یه روز خون بگو، بر روز حضرت علی اصغر بخونه، اینم واسطه، خودت مواظبت کن. ایشونم رفت و گفت حالا اونجا روز خون نتونستم گیر بیارم، حالا هستش اینه که آدم جشو بلد باشه روزخون هست، همه حالا من نتونستم گیر بیارم، با هم بالای سر که روزخون نیست، اونجا خودم بر خودم روزخوندم و گریه کردم و اومدم. چند روز بعد وزارت اطلاعات ما دنبال این حاج خانم، حاجی شدنش در آمریکا حاجی شده بود مثلا،
بعد من شد جاسوسه نمیتونم چی چیه خوشبخت. اینو عرض کنم، قبل از این اون آقایی که برادر خانم این آقا بود، خب چون با اون خیلی نزدیک تر شده بود، اون یواش یواش یه مقدار پرده برداری میکرد، یه حرفایی که خیلی بده. نه یادم این حرفو میشنید، مثلا شاید جایز بود که اون خفش کنه. گفت این بچه های من دو تاش مال حضرت ولی عصره. بعد مثلا خجالت میکشه بگه. شوهر داشت، زندگی داشت. بعدم یه روزی این تو خونه اون رفته بود، دیدون از بالا داره میاد پایین، مثلا برای مثلا طبقی که ایشون هست همه چی آزاد. یه جوری که یه خانوم تو خونه خودش وقتی که محرم هست میتونه لباس تنش باشه، چیز سرش نیست. یواش یواش تکونی خورده بودن، تکون خورده بودن، ظاهرا تماس گرفته بودن به وزارت اطلاعات یه همچین چیزی هست. اونام بعد گفتن که شما خدا کمکت کرد که خودت اطلاع دادی و اینو طورم مثل این میبرده بودی. چرا کردم؟ محضر حضرت رضا رفته یه حاجت داشته، میگن حاجت داری بوندرگاه، خب زیارت، همه میان زیارت، همه میان زیارت. حالا کی مورد نظره، که قبول میشه، اون حرف دیگه. حالا ما میخوایم یه ذره سیرتمون قبول بشه. مواظب چشمت باش آقا، به دقت مواظب حرفی که میخوای بزنی، غذایی که میخوری. اگر مواظبت کنه مرحمت حضرت رضا را به خودش جلب خواهد کرد. ممکن است که حتی یه دونه زیارت اگه به درگاه قبول شد، باعث خوشبختی و عاقبت به خیری آدم بشه. یه زیارت که کم نیستش که، ما کمش میکنیم. یه زیارت تو روایتش دارد که هزار هزار حج عمره. دقت کنید، هزار هزار حج عمره. این کی ممکنه که شما رو بپسندن؟ کی میپسندن؟ وقتی پاک باشی. پاک چیکار کنم من؟ خب حالا قبلا که کاری نکردم، که اینجا که نکوشیدم. میگن حالا اون مدتی که اونجا هستی این کوششه برای پاکی رو انجام بده. برای ما هم که میدونید تقریبا اولین خطرمون چشممونه، بعدش زبونمونه. حالا اینو مراقبت کنید. شاید زیارت قبول بشه. اگر پاک باشادن حتما قبوله. حالا ما میخوام یه دور خیلی کوتاهی رو سعی کنیم برای پاکی. حالا این مثلا یه چیزی میدادن. اون استاد ما گفتش که نجف رسم بود که وقت مثلا طلبه میخواست مثلا بیاد ایران بره زیارت حضرت رضا علیه السلام، مراجع کمک مالی میکردن. حالا همراهی شما برای این سفرتون سعی کنین حفظ کنین، چشم و زبان و گوش و البته شیطونه کردنه، در حد جوانی سنتون اب نداره، یعنی بگین بخندین شوخ کنین اب نداره، چون در سفر شوخ کردن
حتی مستحبه، اما کنترل شده، همه چیز کنترل شده. اون کسی که نمیتونه کنترل کنه ببند زبانشو، کسی که نمیتونه و دهنش در میره، چون اگه در برم حسابه، از چشم من در میره حسابه، اونو دیگه یه جایی راه نمیدم. یه چیزی هم احتمالاً برای دیگه عرض کردم، حرف شما رو میشنوم، اینو قدر بدم. یعنی شما گریه کردی، ناله کردی، تضرع کردی، میشنوم، اینو خرابش نکنید. خرابش هم باز به دست خودمونه. اگه آدم خدای نکرده گناهی بکنه، ممکنه اینا دیگه نشنوه، حرف شما دیگه نشنوه. امام زمان میشنوه، حرف شما رو میشنوه، باور کنید میشنوه. یعنی من میگم، ایشون میشنوه، جواب میده. نه جوابه چی من بشنوم، چون گوش ما لیاقت نداره. یعنی مثلا شما یه درخواست میکنی، درخواست رو میشنوه، جواب میده. من فقط با ایشون یه چی کاری نکنم قهر بشه. میگم قهر و آشتی، قهر درست نکنم. اگه یک گناهی بدی بکنم وقتش تلخ میشه. ممکنه تا خدای نکرده وقتی برای همیشه قهر بشه. تو روایت دارد که گناه اگر کوچک هم بود شما رو کوچک نشمار، خدای متعال غضب خودش را در میان گناهان مخفی کرده است. ممکنه این گناهی که فقط یه ذره مثقال بود، این مثقال، اون غضب تو این مثقاله باشه. وقتی اگه غضب کرد چی میگه؟ لا اغفر لک دیگه، نمیبخشم. یه وقت میشه، یه وقت میشه. من کارای خوبو هیچ کدومش کوچک نشمار. خدا رضای خودش را در کارای خوب پنهان کرده. اگر اونو یهو مثلا عمل کردی، اون این کار خوب همون کاری بود که رضای خدا توش پنهانه، میگه دیگر تو را عذاب نخواهم. یعنی یه کار خوب میکنه عاقبت به خیر میشی. خدای نکرده ممکنه، ممکنه یه کار بدی بکنیم آدم عاقبت به شر بشه. البته به معنای بسته شدن کل همیشگی در نیست و یعنی ما سخت میشه، سخت میشه. شما 10 سال باید گریه کنی برای اینکه این گناه تو ببخشن، یه وقت اینجوری میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله برین، به سلامتی برین و خوب بگذره، خوش بگذره، بهتون زیارتتون قبول بشه، نظر مرحمت حضرت رضا علیه السلام جلب بشه به همتون، به مدرسه‌تون. امیدوارم که از این مدرسه 2 نفر به درد خور در بیاد. یه دونه آقای مصباح داریم، هم یه دونه است، اصلا دوتا نداره. خودش هم بر اسلام چی بگین؟ سر خودش رو به دست خودش در راه اسلام برید. یادتون نیست؟ شما یادتون نیست؟ شما نماز جمعه صحبت میکرد، آقا این اصحاب تلویزیون یه قیافه از ایشونش، باور کنید اسمایی که میذاشتن رویشون همچین در میوردن. بعد نشون بدن دیگه، چون سخنرانه بعد نشون بدن، یه جوری حال من بد میشد. این یکیش بود. همه روزنامه های اونوری که میشدن همه روزنامه ها با کم زیادش
چون فحش میدادن، بدترین نوع ممکن. این خودشو گفتن آقا آبرو، آبرو بسی چی به چه درد میخوره؟ این آبرو که من تحصیل کردم یه جایی بریزمش. های محمد اسماعیل دولابی رو که شنیدین، گفتم آبرو برای ریختن خوبه دیگه، آبروشو برای خدا مصرف کنه. شو این کارو کرد، البته نتیجه‌ش هم دیده. پیش ما واقعا ایشون عزیزتر شد، پیش خدا پیغمبرم همین.